سال 74 خانم فرانسوی بود به اسم خانم فرانسوا دوبون که اومد این کتاب معروفش رو نوشت به اسم فمینیست یا مرگ، که کلمه اکوفمینیست رو این خانم فرانسوی فرانسوا دوبون برای دفعه اول درست کرد. کلمه اکوفمینیست اصلا ایشون تو این کتابش بود. اینم بگم که این کتاب رو فقط بچه‌ها به عنوان کتاب اولی که کلمه اکوفمینیست رو استفاده کرد دارن در مورد صحبت میکنن. تو ادبیات اکوفمینیست اونقدر به این کتاب رجوع نمیکنن، فقط این که ایشون جز اولین کسایی بود که گفت، قبل از این کسی نبود مثلا که اینقدر بازو روشن بگه مسئله زنها مسئله محیط زیست است. ایشون گفت این چیزی که ما داریم توی محیط زیست میبینیم، اون منطق قلدر و منطق سلطه‌گرایی که داریم کار میکنیم، در این همونی که زنها سالها و سالها اومده سرکوب کرده. و اومد جز کسایی بود که گفت که فمینیست به هر حال شباهت‌های خیلی خیلی زیادی با جنبش درخواست‌های فمینیست و شباهت‌های زیادی با درخواست‌های جنبش محیط زیستی داره. خب از این اصولی هم که بهتون گفتم، ارزش ذاتی یا سود و اینها، خب میشه حد زد که داره به هر حال. و این اومد گفت که ما نباید دغدغه‌مون رو از هم جدا کنیم، فمینیست باید به مسائل زیست محیطی هم توجه کنه. که 10 سال بعد از اینکه این کتاب سال 74 نوشتن، در 80 تقریبا اوج نوشته‌های اکوفمینیست بود، تئوریسین ها نظریه پردازان مختلف اکثر اینا تو اون دهه شروع کردن نوشتن، ولی همشون نظرات خیلی مختلفی داشتن، ولی اکثرا روی این موضوع هم عقیده بودن که تئوری فمینیستی، نظریه فمینیستی باید یک دید محیط زیستی هم داشته باشه. و همچنین میگفتن که هر مشکل محیط زیستی هم باید یک دید فمینیستی داشته باشه، این دوتا از هم جدا نیستند. و وقتی که به مسئله مثلا انسان محوری میومدن، میگفتن مشکل اصلی انسان محوری نیست، مشکل اصلی مرد محوریه، چون این انسان در طول تاریخ همیشه مرد، مفهوم سازیش به شکل مرد بوده. به هر حال مثلا خب خانم اریل سالر، ایشون یکم نوشته‌هاش سخت متاسفانه، خوندنش یکم سخته، با خیلی کند و آهسته خوند. میگم خیلی هم دید مارکسیستی داره بر به مسائل، یکم هم تند هست معمولا روی مسائل. خب ایشون اصلا میاد کلا اون اکولوژی عمیق رو میبره زیر سوال، میگه اونا به اندازه کافی شجاع نبودن که بگن ریشه اساسی مشکل انسان محوری نیست، که میگید این ریشه اصلی تبعیض جنسیتی است و همین تبعیض جنسی باعث میشه سکسیزم است، همین تبعیض جنسی باعث میشه که تبعیض به محیط زیست هم داشته باشین، که اسمش میشه نیچریزم، یعنی ما خودمون رو برتر بدونیم به محیط زیست. و میگه تا موقعی که شما نخواهید قبول کنید که مشکل اصلی مشکل مردها هست که این مصیبت‌ها رو به وجود آوردن، راه حلی هم به وجود نمیاد. بعد خانم کارل ادمز هم که گفتم، اون میاد یه جورایی در اصلا دید دیگه به مسائل میده، که دیگه همه ما همه تاله میگفتن زن شده طبیعت، طبیعت هم شده زن، ولی میگن ولی در این کنار حیوانات هم هستن، زن به صورت حیوانات هم مثلا نمایش داده میشن، نشون داده میشن. و بعد میاد توی کتابش از اسطورهای یونان صحبت میکنه. تو اسطورهای یونان یک ایزدبانی بود به اسم متیس، که ایزدبانی آگاهی دانش بود، و زئوس که خدای خدایان بود متیس رو دوست داشت و میاد متیس رو قوت میده، میخوره تو اسطورهای یونان و متیس میره در شکم اون، ولی متیس باردار بود، متیس باردار بوده و بچهش از سر زئوس به دنیا میاد، ولی خود متیس تو شکم زئوس که شکم اون مدحت میمونه و بهش راهنمایی میکنه، کمک میکنه هر جای احتیاج داشته باشه. و خانم ادم مثلا این اسطوره رو میاد توی کتابش، یعنی این بخش این خوردن حالا گوشت یا زن به اونجا به عنوان گوشت برخواد، زن هم به عنوان گوشت، به عنوان یک ابژه که میشه مصرفش کرد، یه ابژه مصرفی، همیشه اینجوری تصویر سازی شده.